سلام دوستان، به کانال اکوکوک خوش اومدید. امروز قراره با هم یه اکبر جوجه خیلی لذیذ با یه طعم اصیل درست کنیم. اکبر جوجه طعم متفاوتی نسبت به همه جوجه ها داره، به شرطی که اصولی و طبق دستور پخته حرفه‌ای طبخ بشه. قبل از هر چیزی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و این افتخار رو بدید تا عضوی از کانال اکوکوک بشی. اولین نکته مهم که از اسم این غذا هم مشخصه، سایز مرغامون هستن که باید زیر 1 کیلو باشن. پس سعی کنید از مرغای کوچیک استفاده کنید. اگه مرغتون مثل مال من کمی بزرگه، بهتر از وسط با یه برش طولی نصفشون کنید تا بهتر بپزند. بعد هم خوب میشوریمشون. اکبر جوجه با روش‌های مختلفی درست میشه، اما به نظرم بهترین روش اینه که جوجه ها رو داخل آب نمک بذارید. مقدار نمک باید به اندازه‌ای باشه که نه بیش از حد شور بشه و نه بی نمک باشه. حدود چند قاشق غذاخوری پر. این قسمت نقش خیلی مهمی توی طعم و بافت اکبر جوجه داره. میتونید به آب نمکتون کمی آب لیمو هم اضافه کنید. روشو با سلفون بپوشونید و یک شب تا صبح داخل یخچال بذارید بمونه. بعد اینکه جوجه هامون یه شب تا صبح توی آب و نمک بودن، آب کششون میکنید. و بعد هم به خوبی با یه پارچه تمیز خشکشون میکنید. برای این غذا میتونید از رون مرغ هم استفاده کنید. دوستان، برامون بنویسید که تا به حال این غذا رو امتحان کرده بودید. روش شما برای پخت این غذا چیه؟ اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمونو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. توی تابه روغن فراوون میریزیم و اجازه میدیم خوب داغ شه و جوجه ها رو داخلش میندازیم و با حرارت بالا سرخ میکنیم تا آب نندازن. سرخ کردن اولیه جوجه ها به این علته که توی مرحله بعد و موقع پختن مرغ ها له نشن. برای درست کردن اکبر جوجه به هیچ عنوان پوست مرغ ها رو نباید بگیریم. اگه بدون پوست میخواید باشه، بهتر اصلا این غذا رو درست نکنید، چون موقع سرخ کردن سفت میشن. توی این مرحله هم سعی کنید بیش از حد سرخشون نکنید که خشک میشن. خب حالا کمی زعفران دم کرده غلیظ روی جوجه ها میریزیم. مقداری هم کره به دمای محیط رسیده که من از یک کره 100 گرمی استفاده کردم. توی این غذا به هیچ عنوان از کره گیاهی استفاده نکنید. کمی هم روشون نمک میپاشید. وقتی جوجه ها خوب سرخ و طلایی شدن، میریم برای مرحله مغز پخت کردنشون. در تابه رو با دم کنی میبندیم و اجازه میدیم 1.5 الی 2 ساعت با حرارت کم جوجه ها حسابی مغز پخت شن و در نهایت یه اکبر جوجه بسیار نرم و لطیف داشته باشیم. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. اکبر جوجه رو کنار پلو کته و رب انار سرو میکنیم. به به، چه رنگ و عطری داره. میتونیم به جای رب انار ساده مقداری آلو بخارا که از قبل خیس کردیم رو با پیاز داغ فراوون، رب انار و کمی آب انار 20 دقیقه بجوشونیم و از این سس بی نهایت خوشمزه کنار اکبر جوجمون استفاده کنیم. خوشحال میشم اگه این اکبر جوجه بسیار لذیذ و درست کردید، نظرتون رو برامون بنویسید.
نوشه جان لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.